تازه های خبر از آریانا، امشب با اورانوس مصمم. نگرانی شدید مجلس سنای افغانستان از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور. تظاهرات استادان و دانشجویان دانشگاه کابل در پیوند به برکناری رئیس و یک استاد دانشکده علوم اجتماعی. و انتقاد شمار از باشندگان ننگرهار مبنی بر ناتوانی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در حوزه های توزیع کارت رای دهی. به نام خداوند یکتا و مهربان، با عرض سلام. روز شنبه هفتم ماه جوزای سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 28 ماه می سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. مجلس سنا از بدتر شدن اوضاع امنیتی به ویژه در پایتخت و ولایت‌های شمالی ابراز نگرانی می‌کند. شماره از اعضای این مجلس می‌گویند اگر ناامنی‌ها به همین گونه ادامه یابد، امکان برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف در سال آینده وجود نخواهد داشت. همزمان با این، مجلس سنا مقام‌های امنیتی کشور را در هفته آینده برای بحث و گفتگو در مورد اوضاع امنیتی به این مجلس فراخواند. جزئیات بیشتر در این گزارش. نشست عمومی مجلس سنا در روز سه‌شنبه بیشتر به بحث روی اوضاع امنیتی کنونی کشور اختصاص یافته بود. شماری از اعضای این مجلس میگویند میزان ناامنی‌ها با گذشت هر روز افزایش می‌یابد و مسئولان امنیتی باید برای رفع این چالش اقدامات جدی روی دست گیرند. اعضای این مجلس هشدار می‌دهند اگر به مشکل ناامنی توجه نشود، امکان برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف در کشور وجود نخواهد داشت. در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی برگزار میشه که ضرورت به یک امنیت دارد که دولت افغانستان مکلف است که امنیت در سطح سر افغانستان تامین بکنه، که متاسفانه این فعلا از توان دولت نیست و تا زمانی که انتخابات برگزار میشد یک راه تدابیر را باید پیدا بکنه. برخی دیگر از سناتوران نسبت بر افزایش شمار جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها و چچنی ها در افغانستان ابراز نگرانی می کنند. آنان خواستار مبارزه جدی نیروهای امنیتی با این جنگجویانند. طالبا تکتیک خود تغییر داد. جنگ کشاندن از قرا و قصبات و ولسوالی ها به مراکز به شهرها با استفاده از وسایط رنجر، خود همی مواد انفلاتی و مهمات سابقه در بیرون آمده می شد، آره به داخل کشور خود ازوا این جمهور آمده می سازد، ترتیب و تنظیم می کند و این سر موضوعات ریشه‌ای ازی باید بحث کنید. هر روز تعداد شهرمنده افغانستان به شهارت می رسد صرفا به خاطر از اینکه جلالت ما رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به هندوستان سفر می کنند و از این تقاضای تجهیزات نظامی می کنند. همزمان با این، مجلس سنا در نشست امروزی فیصله کرد که هفته آینده مقام‌های بلندپایه وزارت‌های دفاع، داخله و امنیت ملی برای بحث در مورد اوضاع امنیتی کشور به این مجلس بیایند. امنیتی سوزیدی چه دقیق پر وزیر دفاع، وزیر داخله و تبنیست پس اگر تریز باشند روانی روز سه شنبه آینده. از سوی دیگر، برخی نمایندگان ادعا دارند که ایران در این اواخر 1500 کودک را به هرات رد مرز کرده تا خانواده های این کودکان افغان مجبور به بازگشت به افغانستان شوند. این مجلس تصمیم گرفت که وزیر عودت مهاجرین را نیز به یکی از نشست های عمومی فراخواند. صدها تن از دانشجویان و شماره از استادان دانشگاه کابل در اعتراض به برکناری رئیس و یک استاد دانشکده علوم اجتماعی در کابل مظاهره کردند. معترضان برکناری فاروق عبدالله رئیس و فیصل امین استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل را غیر قانونی و خلاف معیارهای علمی می‌دانند. آنان هشدار می‌دهند در صورتی که به این معضل رسیدگی نشود، دروازه دانشگاه کابل را می‌بندند و تظاهراتشان را گسترده می‌کنند. از سوی دیگر، رئیس مجلس سنا برکناری فاروق عبدالله و فیصل امین را ناخوشایند می‌خواند و می‌گوید در پس این قضیه دست‌های استخبارات کشورهای بیرونی دخیل است. گزارش داریم در این باره.
اعتراض استادان و دانشجویان دانشگاه کابل بر فیصله ریاست جمهوری برای برکناری رئیس و یک استاد دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه در کابل. آنان از دانشگاه کابل تا ساختمان پارلمان راهپیمایی کردند. معترضان خواستار اعاده حیثیت برای غلام فاروق عبدالله رئیس و فیصل امین استاد دانشکده علوم اجتماعی هستند که اعضای شماری از دانشجویان این دانشکده به تعصب و از ضعف مدیریت متهم شدند. معترضان میگویند در صورتی که به خواستهایشان رسیدگی نشود دروازه دانشگاه را بسته میکنند و تظاهراتشان را گسترده میسازند. راهپیمایان شعارهای عدالت خواهی سر میدادند. آنان میگویند از دو ماه به این سو شماری از اعضای شورای ملی بر آنان فشار میآورند که به خواستهای غیر قانونیشان گردن دهند. همچنان استادان معترض بعد از داشتن برخی حلقات درونی و بیرونی در رویدادهای اخیر دانشگاه کابل اشاره می کنند و می گویند هدف این گروه ها به بحران کشاندن نظام آموزشی و تحصیلی در افغانستان است. پنتون ها مرکز فساد نیست. چرا می خواهیم دانشمندهای وطنه، علمای وطنه، چیز فهمای وطنه، نخبه های وطنه به خاطر از اینکه خوش خدمتی کده باشین برای بادارای دار اینا را بدنام میکنین؟ به خاطر از این که این یک زورگویی است و مردم افغانستان بعد از این زورگویی را قبول نمیکنند. ما حوادث بسیار بس به اصطلاح دلخراشی را در این پانتون تیر کرده، ما بسیار فجایع را در این پانتون دیده. ما بعد از این اجازه نمیدیم که همچون فجایع باز مثل دهه 70 تکرار شود در افغانستان. از سوی دیگر رئیس و استاد برکنار شده دانشکده علوم اجتماعی اتهام های وارد شده بر حالشان را رد می کنند و می گویند این پرونده باید به نهادهای عدلی و قضایی راجع شود و در صورتی که اتهام های وارد ثابت نشود طرف دیگر قضیه باید از دانشگاه اخراج شوند. یکی که در کارهای دولتی اونا را متوجه بسازند که تصمیم درست نیست و دیگر یک تعداد یک چند نفر انگوش شمار و حسابایی که اینمی نفاق از اینجا و از اونجا دامن میزنند جلوی اینا را اون یک تقریه افغانستان از حقوق شهروندی و از حقوق طبیعی و مدنی خود برخوردار است. هیچ کسی را از مسئله خبر نمیدارد. درد ملت ما میفهم یکی تعصب میگن بسم الله بیان در پانتون کابل نظر سنجی بکنید که کی تعصب داره کی برچسب میزنه. در این حال رئیس و شماری از اعضای مجلس سنا مخالفتشان را با فیصله ریاست جمهوری مبنی بر برکناری این دو عضو کادر علمی دانشکده علوم اجتماعی اعلام کردند. آنان میگویند در پس رویدادهای اخیر دانشگاه کابل دستهای استخبارات منطقه کار کرده است. یو نهاد صفات وجود توجه کنید چه رازی در این کتور دی استادان دادا دم بنات دا یو بین ولی خصوصا سیم دی استخبارات یو دای سره چې موږ د استادان لپاره په دینوم چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته دا بدخلا کړی یا څلوېخ کلن استاد چې په ځواني کې بد اخلاقی مراجعه ولیکي هغه چې څلوېخ کلن د استاذۍ په درشل کې تیر کړي او من حیث د یو پلار څلوېخ کاله اولادونه وروزي هغه څنګه کېدلی شي؟ شورای ملی با استادان و دانشجویان دانشگاه کابل وعده سپرد که این مسئله را به گونه جدی با ریاست جمهوری در میان میگذارد. در این حال امروز دروازه بسیاری از دانشکده های دانشگاه کابل بسته بود و در کل استادان دانشگاه کابل امروز برای تدریس به صنف ها نرفتند. ادامه خبرها از کشور. بیش از 3000 دانشجوی دانشگاه تخار برای سومین روز دست به اعتصاب درسی زدند. آنان مدعی‌اند که شمار از افراد زورمند زمین‌های دانشگاه را غصب کردند. این دانشجویان همچنان شمار از مقام‌های دولتی را در این زمینه متهم می‌کنند و هشدار می‌دهند تا زمانی که جلو غصب زمین دانشگاه گرفته نشود به اعتصابشان ادامه می‌دهند. سه روز است که این محصلان معترض نسبت به غصب زمین‌های دانشگاه دست به اعتصاب درسی زدند. آنان شماری از افراد زورمند و مافیای زمین را متهم به غصب زمین‌های دانشگاه بلخ می‌کنند. به اعتصاب خود ادامه خواهیم داد تا ای که دست غاصبان از ملکیت پوهنتون تخار کوتاه شد. فردا و روزهای بعدی به این خواست‌های این ملت و این دانشجویان و استادای این دانشگاه، یعنی لبیک نگویند، لبیک مسعود نگویند، ما آمده به این هستیم به جاده‌های شهر طالقان بریزیم و خواستهای خود بگیریم. یک قسمتی از زمین پهنتون عملا اشغال شده است و در آنجا شهرک سازی از یک سال به این طرف شروع شده بود و تا حال توقف داده نشده است. در همین حال مسئولان محلی نسبت به این اعتصاب دانشجویان دانشگاه بلخ ابراز بی‌اطلاعی کردند، اما تأکید می‌کنند که هیچ زورمند حق تصاحب و غصب زمین‌های دانشگاه و ملکیت‌های دولتی را ندارند. ما تنها مشکل بین و تعیین حدود بین مورسه مرزا ظریف پانتون داریم. او دیگر کسایی را که اونجا یا شرک ساختن یا ادعا دارن قطر اونو را مبارش کنند نمیشناسیم الا که محاکم ثلاثه برشان فیصله بکنند.
ما دیگه مشکلی در قسمت نمیبینیم و ضرورت هم بر دوام اعتصاب ما نمیبینیم. دانشگاه تخار در 1800 جریب زمین در تپه ارتوبوز تخار واقع است که گفته می شود چندین سال است که بخشی از زمین این دانشگاه میان شهرک سازان رهایشی و مسئولان دانشگاه مورد مناقشه است.